تصور کنید یک روز صبح خبری در رسانه ها پخش شود گزارش ها حاکی است که ایران در حال بررسی ورود مکسی و یک به خدمت است برای خیلی ها این جمله بلا فاصله تدایی کننده ی تصویری از یک رهگیر عظیم سریع و دور پرواز است همان جنگندی که در زمان شوروی ساخته شد تا آسمان های بلند را زیر نظر بگیرد و بمب افکن ها و هواپیماهای شناسایی را پیش از رسیدن به هدف نابود کند اما پشت صحنه چنین تصمیمی رشته ای از مسائل فنی، لوجستیکی و اقتصادی قرار دارد که مثل زنجیره ای طولانی است و هر حلقه باید سالم باشد تا کاملا قابل اتکا شود. یک چنین پلتفرمی است سریع برددار و با رادار بزرگ اما همین مشخصات آوردن و عملیاتی کردنش را از نظر هزینه و پیچیدگی دشوار می کند در این مسیر چند گام برداشته شده است گام اول پیدا کردن و خرید بدنها بعد از فروپاشی شوروی میکسیو و عمدتا در اختیار روسیه ماند و اپراتور خارجی قابل توجهی نداشت قزاقستان تا چند سال پیش تعدادی داشت اما آنها را از خدمت خارج کرد و حتی بخشی را برای فروش و حراج گذاشت بنابراین بازار از این هواپیماها کوچک و محدود است اگر بدنه ای پیدا شود معمولا نیاز به بازسازی های گسترده دارد اگر ایران بخواهد چند فروند به دست آورد باید از منابعی مانند موجودی های بازنشسته یا خرید از واسطه استفاده کند. کاری که هم ریسک حقوقی و هم ریسک فنی بالایی دارد. گام دوم پشتیبانی فنی و قطعات میکسی و یک موتورهای بزرگ رادارهای پیچیده و سامانههایی دارد که برای نگهداری نیاز به قطعات خاص و امکانات تعمیر ویژه دارند تحریمها و محدودیت های بین المللی و همچنین اولویت های تولید کننده اصلی یعنی روسیه میتواند دسترسی به قطعات یا تعمیرات رسمی را سخت کند تجربه کشورهای دیگر که با این مجموعه ها دست و پنجه نرم کرده اند نشان می دهد نگهداری بلند مدت این هواپیماها پرهزینه و زمان بر است در عمل حتی اگر چند بدن خریداری شود تبدیل آنها به ناوگانی عملیاتی و پایدار مسترزم تاسیس مراکز تعمیرات تخصصی قراردادهای طولانی مدت برای قطعات و احتمالا کمک فنی خارجی است گام سوم هماهنگی تسلیحات و رویه عملیاتی میکسیو یک در نسخه های ارتقا یافته می تواند موشک های برد بلند و حتی نمونه های شبیه به آر 37 یا آر 33 سی را حمل کند اما یک هواپیمای جدید باید بتواند با شبکه فرماندهی و دفاع هوایی کشور یک پارچه شود یعنی رادارهای زمینی پدافند موشکی، مراکز فرماندهی و حتی تاکتیک های شناسایی و هشدار باید بازنویسی یا تطبیق یابند تا داده های میک را دریافت و با آن کار مشترک انجام دهند. این کار نیازمند نرم افزار، های ارتباطی و تست های عملیاتی است که زمان برند. گام چهارم آموزش انسان ها خلبانان و تکنیسیان ها باید آموزش ببینند میکسی و یک سیستم ها و رویه های متفاوتی دارد خلبانان باید ساعت های زیادی روی شبیه ساز و پروازهای آموزشی کار کنند تا توانایی اجرای معمولیت های رهگیری در ارتفاع بالا و سرعت زیاد را پیدا کنند تکنیسیان ها هم باید بتوانند موتور رادار و سامانه جنگ الکترونیک را سرویس کنند این آموزش ها معمولا ماه ها تا سالها طول میکشند و به مربیان مجرب و متد آموزشی نیاز دارند حالا یک سناریوی واقعگرایانه و گام به گام را با هم میگذرانیم از خرید اولیه تا نخستین گشت آزمایشی نه یک داستان تخیلی بلکه چیزی که عملا رخ میدهد اگر تصمیم نظامی و بودجه فراهم شود چند ماه اول مذاکره و خرید منابع اطلاعاتی نشان می دهند که تنها بازار بالقوه خارجی برای میکسی و یک محدود و پراکنده است ایران ابتدا باید منبعی برای خرید پیدا کند مثلا هواپیماهای بازنشسته قزاقستان یا بدنه هایی که در شهرک های زخیره وجود دارند قرارداد اولیه شامل انتقال بدنه ها خواهد بود در این مرحله مذاکرات پنهان پرداخت واسطه ها و بررسی وضعیت حقوقی و گمرکی رخ می دهد. بدنها وارد کارگاه های تخصصی می شوند، موتورها نیاز به بازسازی یا حتی تعویز دارند، رادار و الکترونیک نیاز به سرویس و احتمالا ارتقا دارد. اگر دسترسی به قطعات اصلی میسر نباشد، تیم ها ممکن است قطعات جایگزین تولید داخلی یا بازسازی شده بسازند. thank <laughs> you اما این کار زمان و آزمون زیاد می طلبد. همزمان باندها و آشیانه ها برای مقابله با تنش های دمایی و بار آیرودینامیکی تقویت می شوند و مرکز تعمیرات راه اندازی می شود این بازسازی می تواند از شش ماه تا چند سال طول بکشد بسته به منابع و کمک خارجی دوره فشرده آموزشی خلبانان و تکنیسیان ها آغاز می شود نخست پروازهای آزمایشی کوتاه با حمایت زمینی انجام می گیرد. سپس آزمون های سیستم راداری و ارتباطی و یک پارچه سازی با شبکه های راداری و پدافندی کشور انجام می شود. در این فاز مشکلات نرمافزاری اغلب پدیدار می شوند. سازگاری داده ها، تأخیر در ارسال هشدارها یا اختلاف در پرتکل های رمزگذاری رفع این نواقص نیاز به آزمایش های مکرر و اصطلاحات دارد پس از سال دوم نخستین گشت های عملیاتی محدود اگر همه چیز خوب پیش رود چند فروند می توانند به صورت واحدی کوچک برای گشت های ارتفاع بالا به کار گرفته شوند این گشت ها معمولا با محدودیت های عملیاتی قواعد درگیری محافظ کارانه و پشتیبانی قوی زمینی اجرا می شوند حتی در این مرحله قابل اتکا بودن برای حفظ پوشش کامل آسمان بعید است میکسی و یک ها به عنوان اضافه بر و نه تنها پشتیبان کل پدافند قلمداد می شوند هزینه و پیامدها حتی با خرید بدنههای ارزان یا دستیابی از انبارها با سازی آموزش تأمین قطعات و توسعه مراکز پشتیبانی میتواند هزینه قابل توجهی داشته باشد میلیاردها دلار در طول چند سال بسته به گستردگی برنامه از منظر سیاسی ورود مک سی یک پیام بازدارندگی و نمادین دارد اما همسایگان و قدرت های منطقه ای احتمالا واکنش نشان می دهند، و این می تواند به افزایش حساسیت منطقه ای و افزایش مراقبت ها منجر شود. همچنین اگر پشتیبانی بین المللی یا قطعات کلیدی محدود شود این پروژه می تواند به یک سرمایه گذاری پرهزینه با بازده عملیاتی محدود تبدیل شود تحلیل واقعگرایانه میگوید خیلی از کشورها به جای سرمایه گذاری صرف در یک پلتفرم تخصصی و گران قیمت روی ترکیبی از ابزارها سرمایه گذاری می کنند تقویت رادارها و شبکه های هشدار توسعه پهبادها شناسایی بلند پرواز، گسترش سامانه های موشکی دوربرد و ارتقای جنگ الکترونیک. این ترکیب معمولا پوشش موثرتر و هزینه کنترل شده تری ایجاد می کند و همین مسیر ایران در چند سال اخیر تا حدی دنبال شده است در نهایت نکته پر اهمیت برای شهروند عادی این است داشتن یا نداشتن مکسی و یک پیام های نظامی خاصی دارد اما واقعیت عمل دفاع هوایی چیز دیگری است شبکه ها،, ها اطلاعات هشدار زودهنگام و استمراری. تکرار عملیات همه با هم معنی پیدا می کنند. آوردن چند میکسی و یک برای نمایش قدرت می تواند پیام داشته باشد اما اگر آنها نتوانند به راحتی پشتیبانی و نگهداری شوند پیام تبدیل به هزینه ای سنگین و اثر بخشی محدود خواهد شد. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم با تشکر از همراهی شما